ما در یک چارچوب زندگی میکنیم، در یک مرحله ما زندگی میکنیم و شخصا خودم یک انگیزه فوق العاده گرفتم از حرفایتون. میتونه سبب شه که ما انگیزه داشته باشیم سپاسگزاری هست، ما باید سپاسگزار باشیم. څنګه چې ډاکټر صاحب یو څه رڼا واچول په انګیزه باندې، زیاتره زموږ افغانان چې دي دوی یو څه تحولات چې په دې وطن کې راغلي په دې خاطر باندې تعلیم ته زړه نه کیږي. وختي کې ته اهداف زندگی داشته باشی، هیچ وقت بر اساس یک مشکل کوچک فکر نمیکنی. کم کن به ضعیفان ستم و جور و جفا را، با خلق خدا پیشن ما مهر و وفا را. اگر میخواین صدای پرنده بشنوین، درخت بکرین، قفس نخرین. سلام و درود به شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم خوب صحت و سرحال باشین. از هر گوشه دنیا که ما را بیننده هستین، امیدوار هستم لباس عافیت تن داشته باشید. خوش آمدید میگم شما را با اولین برنامه مسیر و خوشبختی ما. موضوع برنامه داشتن انگیزه در زندگی است. ما بسیار خوشبخت هستیم دکتر صاحب سید اسمت هاشمی و دکتر صاحب احمد شاداب سروری را با خود داریم. هاشمی صاحب شما را خوش آمدید میگیم و برنامه میگیم. تشکر، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار جهانیان، الله سبحان، درود و صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام خدمت شما و همه عزیزی که ما را بیننده هستند و دوستانی که اینجا در کنار ما هستند. امیدوارم همه تندرست، شاد، پر انرژی و تندرست باشید. تشکر. همچنان شما را خوش آمدید میگم سروری سر. سلامت باشین. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تونانی به کفاری و به غفلت نخوری. درود و عرض و اراده دارم نصار شما، نصار دکتر صاحب عزیز و دوست داشتنی ما، رهبران آینده المسلم دروشین و برادران عزیز و کسایی که بیننده هستند. امیدوارم آفتاب سلامتی و زندگیشان تابنده باشه. تشکر سروری صاحب. شما در ابتدا اگر بر ما بگوین انگیزه چی است و داشتن انگیزه در زندگی چی مسئلت هایی داره؟ خب دقیقا خود انگیزه تعاریف متفاوت داره، یعنی ما از کتب متفاوت و اصول متفاوت تعریف متفاوتشون دیم، اما یک تعریف جامع و کاملی که بتونه ما را دقیق بفهمانه ای است. انگیزه عامل تحریک انسان هست و انگیزه تنها راهی است که میتونه یک انسان مسیر خود را از دیگه افراد تغییر بده، از افراد منفیگرا، منفی باف، بدبخت، یک 99% ها. زمانی که انسان دارای انگیزه منحصر به فرد و انگیزه مثبت میشه، او مسیرش چن میشه، میره به سمت خوبی ها، موفق شدن ها، ثروت، آرامش، دارایش و شکوفایی، خودکفایی، همه موضوعات. حقیقتا انگیزه ما در یک چارچوب زندگی میکنیم، در یک مرحله ما زندگی میکنیم که نایه های متفاوت است، نایه امن است، نایه آزمایش است و دنیای واقعی است. زمانی که انسان در مرحله نوعی امن است، انگیزه ای در کار نیست، فقط راحت بخوره، بخوابه و بشینه و دیگه هیچ کار نکنه. زمانی که انسان انگیزه پیدا کرد، باز او میره به سمت نوعی آزمایش، بعض کار را انجام میده به خاطر به ثروت رسیدن، به خوشی ها رسیدن، شگوفایی، خودکفایی. زمانی که این تمرینات انجام داد بار بعد او به دنیای واقعی میرسه. پس دنیای واقعی چیست؟ لذت واقعی زندگی، یعنی زمانی که تو استقلالیت داشته باشی، هم جیبی، هم مالی، هم روحی، هم در زندگی. پس انسانی که انگیزه داره یک استقلالیت منحصر به فرد داره که قطعا هیچ وقت زندگیش به سمت مشکلات نمیره. خب یکی موثریت های انگیزه در زندگی چی است؟ باید بفهمیم. اولین چیزی که انسان وقتی بتونه انگیزه پیدا بکنه موثریت میده، شناخت کامل از خودش و استعدادهایش است. یعنی زمانی که ما میگیم خودشناسی، خداشناسی. من زمانی که انگیزه پیدا کردم در مورد خودم تحقیقات کردم، تجسس، تفکر، تعقل و همه موارد را دانستم، در اینجا جرأتمندی ما، روحی ما، روان ما بالا میره، به سمت بالاها، به سمت پرفکت به تکمیل شدن ها، و اینجاست که من میرم به سمت خوبی ها و دید مثبت، دید خوب و زندگی خوبتر. پس وقتی که اول مرحله، وقتی من خود را شناختم، استعداد خود را شناختم، بعد در موثریت دوم من میرم روی اهداف خود میپردازم. من وقتی که تالنت استعداد خود را شناختم،
دارایی خود را شناختم، میرم اهداف تعیین میکنم. چون انگیزه دارم نی، یک آدمی که انگیزه نداره فقط لاین چارچر در تلفن، لاین گوشکی در گوشش بند و مصروف است تمام. اما یک آدمی که انگیزه پیدا میکنه، باز او به آینده خود فکر میکنه، برای تشکیل خانواده، برای داشتن پول. اونایی که به ثروت رسیدن، اونایی که به پول رسیدن فرقی هیچی با ما نداشتن، اونا هم انسان بودن. پس اونا چی کردن؟ انگیزه خود را بالا بردن. سومین دلیل که میتونه باعث موثریت در انگیزه با زندگی ما شوه این است که انسان خوشنگر، خوبنگر و با دید مثبت میشه. میگه زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت. وقتی که انگیزه پیدا کردی، تو به زندگی خوشبین میشی، لذت واقعی زندگی درک میکنی، تو دیگه فکر نمیکنی که آه چرا به دنیا آمدم، حیف ما، حیف زندگی، کاش به دنیا. وقت میگی آه خوب شد من به دنیا آمدم، چون مرا خدا خلق کرد، در یک مرحله عالی توسط پروردگار عالمیان من خلق شدم، پس من باید بتوانم یک فرد موثر، یک فرد بی‌نقص و یک فرد فوق العاده عالی و خوشبین باشم. مثل که زمانی که دیگرها با ما بودند بخندند، خوش باشند، نه که غرغر همه گلایه بکنیم. وقتی که این لحظه زندگی و این صحنه بر رسید و دیدی، جلایش بزرگ زندگی تجربه میکنی. و دلایل زیادی هست برای داشتن انگیزه در زندگی ما که موثریت هایی داشته باشه. در این قسمت وقت میگذاریم برای دکتر صاحب عزیز ما هم که نظرت خود داشته باشه. بسیار زیاد تشکر سروری صاحب، بسیار گپای مفید زدین، بسیار انگیزه ایجاد شده. میال میفهم در روزار محترم انگیزه فعلا ایجاد شده. فعلا شما دکتر صاحب محترم سوال می داشته باشیم که راهکارهای انگیزه در زندگی چی است؟ سلامت باشین، سوال بسیار زیاد خوب، سوال بسیار زیاد بجای پرسیدین. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بحر چی بود، با کجا می روم آخر، ننمای وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روز قفس ساختن از بدنم. راهکارهای متعدد موجود است برای این که ما در زندگی بتوانیم انگیزه داشته باشیم و بتوانیم انگیزه را ایجاد بکنیم. ابتدا اولین راهکار که شما را کمک میکنه تا انگیزه پیدا بکنیم این هست که چرایی کارتان در زندگی بدانیم. شما چرا یک کار انجام میتین؟ چرا همین اکنون در این برنامه شما حضور دارین؟ وقت شما چرایی کارتان را دریافت کردین، ای که راه کارهای رسیدن به انگیزه، من میخوام اینجا بنویسم چون شما خوبتر بفهمید. ابتدا چرایی کار. شما میدانین دنیای من و شما دنیای علت و معلول است. تا زمانی که من و شما علت یک کار را ندانیم، هیچ راه انجام دادن نمیتونیم. تا زمانی که من و شما چرایی یک کار را ندانیم، هیچ راه او کار را به سر رسانده نمیتونیم. هرگاهی که ما یک کار آغاز کردیم، باید بفهمیم که چرا این کار ما آغاز کردیم. چرا شما در این پارک آمدین؟ با چی دارین؟ چرا در این برنامه اشتراک کردین؟ ابتدا چرایی بسیار زیاد شما را کمک میکنه. مورد دوم، برای این که در زندگی شما انگیزه داشته باشین، هیچ گاه از هیچ فرد، از هیچ احد توقع نداشته باشین. انسان هایی که توقعات خود را در حد صفر میرسانن، اونا انگیزه دارن برای ادامه. چون ما میفهمیم که هیچ فرد مطابق میل من شما عمل نمیکنه در زندگی، هیچ کس بدل من شما کار انجام نمیتن. پس بنان خوب است که ما توقعات خود را در حد صفر برسانیم. میگه کس نخواند پشت من جز ناخن انگشت من. هیچ کس برای من شما کار انجام نمیتن. این است که من شما خود ما برای خود ما کار بکنیم، برای خود ما زحمت بکشیم. خداوند قرآن از مشان میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند هیچ قوم را، هیچ گروه را تغییر نمیده تا خودش خود تغییر نده. بنان حتی خدا هم برای ما کار نمیکنه، حتی خدا هم برای من شما کار انجام نمیده تا خود من شما آغاز نکنیم. خداوند در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. ای کسانان که ایمان آورده، نفستان در اختیار خودتان است. پس بناهن اگر دوست داریم به انگیزه واقعی در زندگی برسیم، نه انگیزه های مجازی و دروغین و موقتی، خوب است که ما
توقعات خود را در حد صفر برسانیم، از هیچ احدی جز خود و خداوند توقع نداشته باشیم. راهکار دوم که خیلی ما را کمک میکنه، توقع نداشتن. راهکار سوم، باید هیچگاه خود را مقایسه نکنیم. هیچگاه در زندگی، هیچ وقت خود را با هیچ احد مقایسه نکنیم در این جهان. نه خود، نه علمیت خود، نه زیبایی خود، نه خانواده خود، نه شرایط زندگی خود، نه شرایط اقتصادی خود را، نه شرایط کشور خود را، هیچگاه نباید ما با دیگران مقایسه بکنیم. کوشش بکنیم خود با دیروز خود مقایسه بکنیم که من دیروز در کدام موقعیت بودم و امروز در کدام موقعیت هستم. و افراد و اشخاص که امروز انگیزه خود را از دست میدن، اونا مدام خود را مقایسه میکنن با دیگران، زندگی خود را همیشه وقت با دیگران مقایسه میکنن. اونا دارن، من ندارم. هیچگاه به داشته های خود توجه نمیکنن. اونا به یک نحو کور شدن، داشته های خود را فراموش کردن. و خوب است که من و شما کوشش بکنیم هیچگاه خود را مقایسه نکنیم با هیچ فردی. راهکار بعدی که ما را میتونه انگیزه بده، میتونه سبب شه که ما انگیزه داشته باشیم، سپاسگزاری هست. ما باید سپاسگزار باشیم، سپاسگزاری بکنیم، سپاسگزاری از همه نعمات پروردگار بکنیم. خداوند در قرآن کریم میفرماید که شما شکر بکشین، من زیادش میکنم. بنابراین این یک قانون است، نگوین معجزه، معجزه سپاسگزاری نیست، قانون است. شما سپاسگزاری کردین، خداوند زیاد میکنه. اگر شما بیاین از شرایط فعلی زندگیتون سپاسگزار باشین، هر لحظه شکر بکشین، بگین الحمدلله خدا به همه چیز، الحمدلله به شرایط خانوادم، به شرایط کشورم. شما میتوانید در زندگی به انگیزه برسید، با انگیزه واقعی، نه انگیزه مجازی. باز براتون میگم، نه انگیزه موقتی، انگیزه واقعی و راستین. بنابراین سپاسگزاری خیلی کمک میکنه. شما همیشه وقت شکرگزار باشین، سپاسگزار باشین، شکر بکشین. به افغانستان شکر بکشین، به مردم افغانستان شکر بکشین، به ما شکر بکشین، به خانواده تان شکر بکشین، به علمیت تان شکر بکشین، به آرامشی که فعلا در افغانستان شکر بکشین. خب اینا سبب میشه که شما انگیزه داشته باشین، شما امید داشته باشین و با پیش برین. راهکار آخری، خوب دقت کنید، راهکاری که آخری که شما را خیلی ها کمک میکنن، موردی های ذهنتان را ببندین. اگر دوست دارین واقعا در زندگی به انگیزه برسین، موردی های ذهنتان را ببندین. ما موردی های داریم، یعنی اگر ما یک خبر را میشنویم، اگر من و شما بالاخره یک حرف را میشنویم، بالای زندگی من و شما مستقیما تاثیرگذار است. خوب است که ورودی های ذهن خود را ببندیم، افکار مثبت را اجازه بدیم که باشد در ذهن ما، حرف های مثبت را بشنویم، حرف های خوب را بشنویم، در مجالس خوب اشتراک بکنیم، ویدیوهای مثبت را ببینیم، برنامه های مثبت را ببینیم. سبب میشه که ما در زندگی انگیزه داشته باشیم و سبب میشه که انگیزه ما در زندگی چند برابر شود، چندین برابر شود. دوستان عزیز، و در اخیر اگر فرصت باشه، من میخوام به همه بگم یکی، اگر واقعا دوست دارین انگیزه داشته باشین، کوشش بکنین که برنامه منظم برای زندگیتون داشته باشین. 8 ساعت خواب، 8 ساعت تفریح و 8 ساعت برنامه. 8 ساعت خواب، 8 ساعت کار، 8 ساعت تفریح. همون کار برنامه تون مشخص باید بکنیم. تقسیم اوقات منظم، برنامه منظم سبب میشه که شما در زندگی انگیزه داشته باشین و فرد با انگیزه باشین، فرد باشین که بالاخره با انگیزه تمام بخواهیم زندگیتون را به پیش ببریم. فردی که خداوند او را دوست داره. چرا؟ چون یک روز حضرت عمر در راه میرفت، یک جوان مسلمان قدم میزد، نگران بود، آشفته بود، ناراحت بود، سرش پایین بود. حضرت عمر صاحب آمد، پرسید، گفت ای جوان عزیز، ای جوان مؤمن، چی شده تو را؟ گفت هیچ. گفت کدام حادثه رخ داده؟ گفت هیچ چیز نیست. اما تو دستینش زد، گفت نه، جوان مسلمان باید با انگیزه باشه. لا تحزن ان الله معنا. ای جوان مسلمان، ای کسی که خدا تو را خلیفه خود گفته، ای کسی که تو را خدا عزت داده، باید با انگیزه زندگی بکنی. باید دید و تفکر بالا باشه. نه انسان هایی که همیشه ناامید هستن، خسته هستن، نه، چرا خسته باید باشم؟ ما باید انگیزه داشته باشم، موفق باشم. خب در این قسمت برنامه وقت میتیم بر حضار محترم تا سوال هایی که دارن میتونن از دکتر صاحبای محترم بپرسن. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما محترم دکتر صاحبا و تمام برادرای بزرگ خود کلانی که دیجا موقعیت داره،
کل شما خوش آمدید میگیم. یک جهان سپاس از برنامه خوبتان. ما یک سوال دایی داشتم که ما چی قسم در وجود خود انگیزه ایجاد کنیم؟ وقتی که انگیزه میگیم طریق انگیزه، به انگیزه رسیدن، مثلا چرایی کار توقع نداشتن، چار مثلا و بالا هم امن، آزمایش دنیای واقعی. ما میخواهیم که چه رقم انگیزه در وجود خود از اینیمیال ایجاد کنیم و با پیش بریم و یک برنامه منظم در زندگی خود داشته باشیم. برادر عزیز ما سوال کردن که چی طور میتوانیم به انگیزه دست پیدا بکنیم، چی طور میتوانیم در زندگی انگیزه داشته باشیم. خب راهکارهای متعدد را ما در ابتدا بیان کردیم، ولی کوتاه برای شما میگم زمانی که واقعا شما خواستیم در زندگی انگیزه داشته باشیم، زمانی که شما واقعا معنی زندگی را درک کردیم، ای که شما معنی واقعی زندگی چی است، با کدام معنی بالاخره خلق شدیم، دلیل اصلی زندگی شما چیست. شما اگر معنی واقعی زندگی را فهمیدین و خودتان مأموریتتان را درک کردین، شما میتوانین انگیزه داشته باشین. انسان ها چرا انگیزه ندارن؟ چون معنی ندارن بر زندگی، چون اونا مأموریت خود را نمیفهمند. شما اگر معنی زندگی را فهمیدین، مأموریتتان را درک کردین، قطعا انگیزه پیدا میکنین. و در اخیر شما وقت واقعا برای خودتان دل سوختاندین، شما میتوانین انگیزه داشته باشین. یعنی هدف داشتن، خودشناسی، خداشناسی. صحیح؟ هدف داشتن، خودشناسی و خداشناسی. شما واقعا میتوانین انگیزه داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. دوار ډاکټر صاحب نو تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. څنګه چې ډاکټر صاحب یو څه رڼا واچول په انګیزه باندې، زیاتره زموږ افغانان چې دي دوی یو څه تحولات چې په دې وطن کې راغلي، په دې خاطر باندې تعلیم ته زړه نه کیږي. مثلا دوی وایي که موږ تعلیم وکړو، مثلا پوهنتون نه فارغ شو، ماسټري وکړو، نو موږ ته د کار زمینه نشته دی. نو موږ تاسې د دې سوال لپاره کوم داسې جواب لري چې موږ تعلیم وکړو او تاسو یو جواب دی، داسې جواب ورکړئ چې یوازې تعلیم د دې په خاطر باندې نه دی چې یو سړی د پیسې وګټي. نو تاسو که دې ته جواب ورکړئ، زیاتره زموږ افغانان چې دي دوی تعلیم نه کوي، دوی وایي چې موږ ته کار زمینه نشته دی. نو د دې باندې که تاسو رڼا واچوئ نو ډېره مننه به وي تاسو. خب در رابطه با سوال برادر ما که گفتن بعد از اینکه یک سلسله واقعات در زندگی چی رخ داده و چی رخ میده و بعد یک فرد دلایل پیش میکنه بر اساس انجام یک کار، چرا مکتب نمیخوانی فلانی خان چی کرد که من بخونم، چرا پنتون نمیخوانی مثلا فلانی خان چی کرد که من بخونم، هیچ وقت زندگی ما به دیگران ربط نداره. وقتی که تو اهداف زندگی داشته باشی، هیچ وقت بر اساس یک مشکل کوچک فکر نمیکنی، چون داشته های تو زیاد هست، مراحل زندگی تو زیاد هست و به یک حادثه و به یک واقعی که در زندگی رخ میده خلاصه نمیشه. اگر امروز در حقیقت مثابتون واضح تر براتون تمام کنم، سنگ، الماس و زغال سنگ از یک جنس سنگ است، ولی سنگ در روی زمین میمونه، حرارت نمیبینه، سنگ یک چیز بی ارزش است. زغال سنگ کم حرارت میبینه، ولی الماس در اعماق زمین زیاد حرارت میبینه، تبدیل به الماس میشه. اگر ما سختی نبینیم، مشقت، مشکلات نبینیم، پس ما تغییر نمیکنیم، مسیر صاحب برای همه یکسان هست. پس ما باید اون مشکلات را بپذیریم در یک قالب دید خوبتر و باعث شود که ما رشد بکنیم، تغییر بکنیم، نه اینکه خدای نخواست یک مشکل آمد ما را مشکل بپذیرم، بدبختی بپذیرم، دیگه حرکت نکنم. نه خیر، تو باید مثل از اینکه ماشین لباسشویی، ماشین وقتی مندازی بسیار راحت به این طرف، به اون طرف، به پیش رو، پشت، به هر جنا بالا میبره پایین، امی لباس تکان میده، ولی در حقیقت یک لباس کثیف پاک میکشه. مشکلات اگر نباشه ما روش نمیکنیم، قطعا باید مشکلات رو بپذیریم، سختی رو بپذیریم، ولی زندگی خود را به دیگر را گره نزنیم. شکر. سلام برام خدا و هر سلام دارم خدمت شما دکتر صاحب عزیز که واقعا حرفایتون خیلی عالی بود و شخصا خودم یک انگیزه فوق العاده گرفتم از حرفایتون. یک سوال دارم از هر دو دکتر صاحب عزیز که یک سوال دو گزینه داره، شخصی که انرژی داره اما انگیزه نداره و شخصی که انگیزه داره اما انرژی نداره، چی راهکارهایی را هست که به این پیشنهاد میکنید و به شخصی که دچار همچون مشکلات شده؟ همین سوال ماست. باز هم تشکری خاص میکنم از شما، همیشه موفق باشید. سوال بسیار خوب هست. زمانی که ما برنامه منظم برای زندگی خود داشتیم، هرگاه تقسیم اوقات داشتیم، هیچ گاه ما در زندگی به انگیزه نمیشیم، هیچ گاه در زندگی ما انگیزه خود را دست نمیتیم. یک دادخواد اشخاص خوب انرژی دارن ولی برنامه ندارن،
وقتی ما برای اونا برنامه بودم، اونا آغاز میکنن، انگیزه پیدا میکنن. شما ببینید انسان ها کور هستند، ولی برنامه برای انسان ها عصا هست. برنامه، شما بدون برنامه یک دقیقه هم زندگی نکنید. چرا؟ چون اگر بدون برنامه زندگی کنید، انگیزه نمی داشته باشید و قطعا بدبخت میشید. خوب است که برنامه منظم داشته باشید. وقتی برنامه داشتید قطعا انگیزه پیدا میکنید. ولی زمانی که شما انگیزه نداشتید و انرژی نبود در وجود شما و شما احساس میکردید که انرژی نیست که برن بپیش، خوب است که یک جلسه دوتایی برگزار بکنید بین خودتون. دلیلش را پیدا بکنید که چی باعث شده که انرژی شما مصرف شده. شما امروز انرژی تان را واقعا به چی مصرف کردید؟ شما واقعا تمرکز بالای کدام موارد داشتید؟ ما اگر امروز در زندگی ببینیم موارد مختلف هستند، آیا ما مطالعه میکنیم انرژی خود را مصرف میکنیم؟ آیا ما در حرفهای منفی انرژی خود را مصرف میکنیم؟ آیا ما در تهمت غیبت انرژی خود را مصرف میکنیم؟ یا میآییم همانند ما که دوستداران انسان ها هستیم، دوستداران افغان ها هستیم، میم انرژی خود را در حال مثبت مصرف میکنیم؟ اینا ما باید پیدا بکنیم. وقتی پیدا کردیم انگیزه ما چندین برابر میشه و ما واقعا میتونیم انسان های باشیم با انگیزه، انسان های باشیم که انگیزه را کسب بکنیم. بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب و شما دکتر صاحب که وقت و گرانبهایتان رو بر ما دادین. همچنان از حضور محترم بسیار زیاد تشکری میکنیم. بیننده عزیز، این بود از برنامه امروز ما و ازشته های برنامه ما. قسمت اول مسیر خوشبختی بود. تا برنامه های بعد شما را به الله منان میسپاریم. الله نگهدار.